دوستم، برای درست کردن این کوکی بسیار خوشمزه و خوش عطر و راحتمون، موادی که نیاز داریم کره هست، آرد هست و شیر عسلی. کره که ما اینجا داریم خنک هست، من با قطعات کوچیک خردش کردم و داخل یخچال نگهش داشتم تا به الان، و به اندازه 110 گرم آرد سفید معمولی داریم، یا آرد 2-0 یا آرد 3-0 که نشاستش بالا نباشه، چون الان من شنیدم آردهای 3-0 متاسفانه نشاسته ذرتشون بالاست، چون به نام آرد نول فروخته میشه و اونها باعث میشه که این کوکی ها پهن میشن و خیلی نرم و خرد میشن. به اندازه 150 گرم یا یک پیمانه کامل به اضافه یک قاشق غذاخوری. شیر عسلی داریم به اندازه 60 گرم یا 3 قاشق غذاخوری پر. من از شیر عسلی که استفاده میکنم رنگش تقریبا تیره تر هست. ممکنه شما شیر عسلی که استفاده میکنین رنگش خیلی خیلی از این روشن تر باشه و این باعث میشه که کوکی های من یک کم رنگش از کوکی های شما تیره تر خواهد بود. اما نگران این نباشین، اینها به خاطر اینکه برندش با هم دیگه متفاوت هستن. اولین کاری که میکنیم آرد هست که من یک باره به کره هامون اضافه میکنم و من دستکش دستم کردم که حرارت دستم کره ها رو آب نکنه و شروع میکنیم اینها رو با سر انگشت با هم دیگه مخلوط کردن، تا حدی مخلوط میکنیم که به شکل خورده های نون بشن. دوستان ببینید، من کره و آرد رو با هم دیگه کاملا مخلوط کردم و به شکل خورده های نون در اومد. و همونجوری که دقت میکنیم فقط با سر انگشت این کارو انجام دادم. خیلی این رو ورزش نمیدین که نباید خیلی میکس بشه. حالا همینجا شیر عسلی رو کامل یکجا بهش اضافه میکنم. خب عزیزان، در عرض کمتر از نیم دقیقه مواد من با هم دیگه جمع شد و خیلی ورز نمیدیم. حالا اگر در جای زندگی میکنین که هوا خیلی گرمه، میتونین یه چند دقیقه داخل یخچال یا چند دقیقه داخل فریزر بگذارین، بعد روی سطح کار پهنش بکنیم. و این رو هم بدونین در مورد تمامی کوکی ها، هر زمانی که احساس کردیم که مواد ما داره نرم میشه، به بردنه میچسبه، به دستمون میچسبه، فقط تنها درمانش این هستش که چند دقیقه رو داخل فریزر یا یخچال اگر درجه حرارتش خیلی سرد هست میتونین بگذارین و بعد باهاش دوباره کار بکنین. حتی کوکی هایی رو که روی سطح کار پهنشون میکنین، اگر همچنین احساس رو نسبت بهش داشتین موقع قالب زدن، میتونین اون کار رو باهاش انجام بدین. دوستان یکم سطح کارمون رو آرد پاشی میکنین. شما میتونین از کاغذ روغنی استفاده بکنین اگر از اینها در دسترس نداشتین. و یکم وردنمون رو با همین آرد آغشته میکنیم. از هر نوع وردنه میتونین استفاده بکنیم. من یکم که خمیرم رو باز کردم، توسط کاغذ روغنی که روش انداختم این رو یک دست ترش کردم. شما میتونید از اول این کار بکنید که یک لایه کاغذ روغنی کف باشه و یک لایه رو باشه و این رو راحت وردنش بکنید. به ضخامت تقریبا نیم سانتی متر است که من الان این رو باز کردم و شروع کنم به قالب زدن. شما از هر قالبی میتونید استفاده بکنید، از هر شکلی میتونید استفاده بکنید. قالب گرد، من گرد کوچیک نداشتم و از این قالب اشکی دارم استفاده میکنم و برای مرکزش هم یه دونه حالا ماسوره دارم ازش استفاده میکنم. شما میتونید حتی از درب قوطی های کوچولو، درب بطری های کوچولو یا دهانه استکانی که یک کم نسبتا ضخیم نباشه میتونید استفاده بکنید و قالب بزنید. من اینجا سینی فرم رو کاغذ روغنی انداختم. شما سعی بکنین کاغذ روغنیتون رو از واقعا نچسب بودنش مطمئن باشین، چون من شاید متاسفانه میچسبن، یا از کوکی لاینر استفاده بکنین، یا اینکه خیلی خیلی کم میتونین کاغذ روغنیتون رو اگر بهش شک دارین چربش بکنین. حالا اینها رو من میتونم همین الان مستقیم از اینجا بردارم و داخل سینی فرم منتقل بکنم. اما اگر دیدین که خمیرتون نرم هست، میتونین یه چند دقیقه بذارینش داخل یخچال، بعد اینها رو جدا بکنین و روی کاغذ روغنی داخل سینی فر بچینین. به این صورت. منتها من الان یکم بذارم داخل یخچال که دفرمه نشه.
خب دوستان، من یه چند دقیقه اینها رو گذاشتم داخل فریزر و الان ببینین که میخوام برش بدارم. خیلی راحت و بدون اینکه تغییر قیافه بده از روی کار برداشته میشه. حالا شما وقتی که این رو صافش کردین، قبل از اینکه بخواید قالب بزنین میتونین این کار رو انجام بدین. بذارین داخل فریزر یا داخل یخچال یکم خودش رو بگیره، بعد وقت قالب زدنش هم راحت خواهد بود. بعد از اینکه قالب زدین سریع میتونین بذارین داخل سینی فر و بره داخل فر برای پخت. و تعداد اینها باید، اگر که قراره که روی هم بگذاریمشون، زوج باشن که یک دونش رو ساده و یک دونش رو وسطش رو با اینها سوراخ میکنیم، که قراره که حالا یا با نوتلا یا با مربا یا با شیر عسلی پرش بکنیم و یه حالت کوکی ساندویچی بشه. و اگر هم که نمیتونین همین جوری به همین صورت به پزینش رو میل بکنین، عزیزان اینکه لوازم وردنه و باز کردن خمیر و این چیزا در دسترس ندارن، میتونن خمیرشون رو، من الان با این اضافه خمیری دارم این کار رو انجام میدم، خمیرشون رو به این صورت حالا رول بکنن روی سطح کار میذارین و با سر انگشت تختش میکنین، به همین صورت گرد و خوشگل و صاف و سوپ از آب در میاد. دوستان، کوکیمون آماده است که بره داخل فر. فر من برقی هست، روی 160 درجه سانتیگراد قرار دادم. اگر فرتون گازی هست روی 175 درجه تا نهایتاً 180 درجه قرار میدین، گرمش میکنین و اینها به مدت 10 تا 12 دقیقه داخل فر میمونه. باز این زمان بستگی داره به ضخامت و نازکی کوکیاتون، ممکنه کمتر بشه. بستگی داره به سایز کوکیاتون، ممکنه کمتر بشه، ولی اگر کوکیاتون بزرگتر باشه ممکنه بیشتر بشه. پس چشممون بهش باشه. به محض اینکه احساس کردیم که زیر کوکی‌ها داره طلایی میشه، از فر میاریمشون بیرون. دقیقاً 10 دقیقه طول کشید که از فر من اینها بیاد بیرون. و ببینید الان باید بمونه کامل خنک شه، ولی الان داغ داغ من دارم این کارو انجام میدم. رنگش یک کم طلایی میشه، خیلی نباید پر رنگ بشه. و الان من اینو آوردم بیرون به خاطر داغی سینی فرمون، این باز هم داره پر رنگ تر میشه. پس مراقب باشین که وقتی میاریم بیرون، تا موقعی که این بخواد خنک بشه ما نمیتونیم دست به این بزنیم، حرارت سینی فرتون کوکی هاتون رو نسوزونه. من اینجا مارمالاد توت فرنگی دارم، خود شیر عسلی دارم و کارامل. شما میتونید با قاشق همین کار رو انجام بدید. و عزیزان، این هم کوکی هایی که من با دست فرم دادم. ببینید به این صورت رنگ پشتش تقریبا همینطور میشه. و طریقه نگهداری اینها، روی کانتر میتونید نگه دارین، اما اگر هوا خیلی گرم باشه ممکنه اینها آب بشه و از کنارهای اینها سرازیر بشه. اگر اضافهش رو خواستیم میتونید داخل یخچال نگهداری بکنین. موقع خوردن یه 10 دقیقه رو میاریم بیرون، به خاطر اینکه خود کوکی های ما با کره درست شدن و این باعث میشه که وقتی داخل یخچال میره بافت کوکیمون سفت میشه. تمام کوکی های کره به همین صورت هستن. و 10 دقیقه یک رو میاریم بیرون تا یکم هم نمای محیط بشه، بعد نوش جان میکنیم.